سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من پریسا هستم، مشاور تغذیه. امروز میخوام میوه ها و سبزیجات رو از نظر سالم بودن با هم مقایسه بکنم. ممکنه همیشه براتون سوال پیش اومده باشه که وقتی سبزی خوردن میخورین، آیا شاهی سالم تره یا مثلا تره؟ در بین سبزیجات کلم سالم تره یا کاهو؟ حالا در بین انواع کاهو کدوم سالم تره؟ یا در بین میوه ها مثلا گیلاس سالم تره یا موز؟ با هم بررسی میکنیم توی این ویدیو که تعریف سلامت و سالم بودن مواد غذایی در منابع علمی چی هست و چطور این سالم بودن رو اندازه گیری میکنن و در نهایت با هم سبزیجات و میوه ها رو از نظر سلامت مقایسه میکنیم. همیشه در طول تاریخ انسان ها و محققین به دنبال این بودن که میوه ها کل مواد غذایی، گروه های مختلف مواد غذایی رو بر اساس سالم بودن طبقه بندی بکنن. حالا اینکه اساس این طبقه بندی مواد مغذی یعنی ویتامین ها و املاح باشه، پروتئین باشه، کالری باشه، یا مواد باشه که ما نمیخوایم، حتی مثلا نمک باشه، چربی های اشباع باشه، همیشه سوال بوده که بهترین روش اندازه گیری سالم بودن مواد غذایی چیه و بر اساس فاکتورهای مختلف همیشه این مقایسه ها انجام شده. مثلا من توی ویدیو قبلا در مورد قند و فیبر میوه ها صحبت کردم و میوه ها رو بر اساس این دوتا فاکتور مقایسه کردم و در نهایت با هم بررسی کردیم کدوم میوه ها فیبر بیشتری داره، قند کمتری داره و انتخاب بهتری میتونه باشه. اون ویدیو هم جالبه، میتونید بهش سر بزنید، ولی توی این ویدیو بر اساس سلامت میخوایم میوه ها رو بررسی بکنیم و با هم مقایسه بکنیم. یک محقق بزرگ، استاد دانشگاه واشنگتن، فول پروفسور آدام درونوسکی و تیمش اومدن یک شاخصی رو معرفی کردن برای اندازه‌گیری سلامت مواد غذایی و گروه‌های غذایی. این شاخص اساسش مقداره، یعنی در واقع چگالی مواد مغذی هست در هر 100 کیلوکالری از ماده غذایی. یعنی بیشتر تمرکزشون روی چگالی مواد مغذیه. یعنی هرچی کالری بره بالاتر، مواد مغذی بیشتری به بدن ما میرسه. حالا اینکه اون مواد مغذی رو چه فاکتورهایی در نظر گرفتن، 9 تا ماده مغذی رو اومدن معرفی کردن که در واقع پایه این شاخص هستش. این شاخص اسمش NRF هست و یک ابزاری شده برای محققین که بتونن سالم بودن مواد غذایی رو اندازه گیری بکنن. با روش های آماری پیچیده اومدن این شاخص رو ساختن و مواد غذایی رو بر اساس سلامت با این شاخص اندازه گیری میکنن. گفتیم که 9 تا ماده مغذی هست که توی این شاخص بررسی میشه: پروتئین، فیبر، ویتامین A، ویتامین C، ویتامین E، کلسیم، آهن، منیزیم و پتاسیم. و 3 تا ترکیب که حد داره، یعنی بهتره که از این مقداری در یک ماده غذایی بیشتر نشه که سالم تر باشه، چربی اشباع، شکر و سدیم رو هم در نظر گرفتن. یعنی بهتره که اون 9 تا فاکتور و ماده مغذی بیشتر باشه و بهتره که این 3 تا ترکیب کمتر باشه که اون ماده غذایی بره به سمت سالم تر شدن. حالا گروه های غذایی مختلف رو توی یک مطالعه‌ای که چاپ کردن اومدن بررسی کردن و همونجور که توی نمودار میبینین، هرچی که به سمت راست نمودار بریم نشون میده که شاخص میره بالاتر، عدد شاخص بالاتر میره و در واقع اون گروه غذایی سالم تر به حساب میاد. همونجور که انتظار داشتیم، اگر بخوایم گروه های غذایی رو با هم مقایسه بکنیم، چگالی در واقع اون 9 تا مواد مغذی در سبزیجات بیشتره به ازای هر 100 کیلوکالری و هرچی که میایم به سمت مثلا شکلات یا نوشیدنی های شیرینی مثل نوشابه و سودا و این موارد، شاخص سلامت و NRF ما عددش کمتر میشه. خب این مشخص بود و حالا ما اومدیم با این شاخص تاییدش هم کردیم. حالا بخوایم سبزیجات که خودشون شاخص بالایی دارن رو با هم مقایسه بکنیم، بعد بریم سراغ یک مطالعه دیگه که اومدن سبزیجات رو مقایسه کردن و میوه ها رو با هم مقایسه کردن. توی این مطالعه گفتن که همه اینها با هم شاخص بالایی دارن، شاخص NRF بالایی دارن و جزء کاتگوری و طبقه بندی مواد غذایی سالم قرار می گیرن. ولی حالا اگر بخوایم این سالم ها رو با هم مقایسه بکنیم، یعنی منظورم اینه که اونی که ته میفته توی این مقایسه به این معنی نیست که اونی که آخر ناسالمه. اینا همه سالمن، ولی در مقایسه با هم میخوایم بررسیشون بکنیم، چون دیدیم که توی اون مطالعه ای که گروه های غذایی مختلف رو بررسی کرده بودن، سبزیجات و میوه ها جزء شاخص های خوب بوده و جزء گروه های غذایی سالم بوده. توی این مطالعه ای که مدن سبزیجات و میوه ها رو با هم مقایسه کردن،
به جای 9 تا ماده مغذی اومدن 17 تا ماده مغذی رو توی در واقع روش های آماریشون وارد کردن و شاخص NRF رو مقایسه کردن و امتیازی که به مواد غذایی دادن از 0 تا 100 بوده، یعنی بهترینشون 100 میگیره و اونی که پایین تر از بقیه است امتیاز 0 رو میگیره و همچنین زیست دسترسی مواد مغذی، یعنی اون 17 تا ماده مغذی رو هم بررسی کردن و این مطالعه خیلی مطالعه جالبیه. من اگر بخواین توی کامنت ها بگین که من لینکش رو براتون بفرستم که بتونید بخونید، چون من بخوام همه سبزیجات و گیاهانی که اینا با هم مقایسه کردن رو بگم ممکنه که از حوصله خارج باشه، 5 تا از بالا میگن، 5 تا از پایین، 5 تا از وسط، ولی اگر میخواین همش رو بخونید توی مطالعه هست و خیلی جالبه و میگم زیست دسترسی رو هم بررسی کردن خیلی جالبه، چون ممکنه مثلا اسفناج آهن داشته باشه، آهنش زیست دسترسیش پایین باشه، یعنی کمتر در دسترس بدن ما قرار بگیره و همش دفع بشه، ولی اینا زیست دسترسی رو هم مدن مقایسه کردن اطمینان خوبی به ما میده که شاخصشون درسته و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میده قابل استناده. اولین موردی که بخوایم بگیم که امتیاز 100 رو میگیره شاید براتون جالب باشه که بگم شاهی هست، شاهی سبزی خوردن هست. بعدی که امتیاز 91 رو میگیره همین کاهوهای ساده‌ای هست که ما میخوریم. بعدی امتیاز 89 رو میگیره کاهوی سوئیسیه. بعدی با امتیاز 87 برگ تروبه. بعدی با امتیاز 86 اسفناجه. حالا شاید براتون جالب باشه که چرا اسفناج اومد پایین تر از کاهو، میگم چون زیست دسترسی رو هم اندازه گیری کردن و 17 تا ماده مغذی مختلف رو اندازه گیری کردن. حالا اگر بخوایم مواردی که خیلی پایینن رو بررسی بکنیم، با امتیاز 11 مثلا تراب سفید، با امتیاز 11 و 14 تراب سفید، با امتیاز 11 و 13 توت سیاه، با امتیاز 10 و 16 تره فرنگی، با امتیاز 10 و نیم سیب زمینی. و اگر بخوام حالا مثلا چند نمونه از وسط ها بهتون بگم که مثلا امتیاز 40 سینا داره، امتیاز 41 فلفل قرمز هست، امتیاز 34 بروکلی، 33 کدو، کدوی حلوایی، امتیاز 22 هویج، 20 گوجه، 17 توت فرنگی و 12 هم پرتقال. دیدین که میوه و سبزیجات رو با هم مقایسه کردم و همونجور که انتظار داشتیم در بهترین حالت و بالای این طبقه بندی سبزیجات برگ سبز قرار میگیرن، چون قند کمتری دارن، پر از ویتامین ها و املاح هستن و همه اون مواد مغذی که ما میخوایم رو با مقدار خیلی خیلی کم کالری به بدن ما میرسونه. حالا شاید براتون جالب باشه که بگم ما روش دیگه‌ای برای اندازه گیری سلامت مواد غذایی هم داریم که اون روش اورک هست، ORAC، که مقدار خاصیت و ذات آنتی اکسیدانی مواد غذایی رو میاد اندازه گیری میکنه. این هم یک روش و شاخص خیلی خوبی هستش برای اینکه متوجه بشیم مواد غذایی از نظر آنتی اکسیدانی وضعیتشون چطوره و میان توی در واقع آزمایشگاه اندازه گیری میکنن، مواد غذایی رو وارد لوله های آزمایشگاهی میکنن و خیلی فرآیند پیچیده ای رو طی میکنه این مواد غذایی که اینا متوجه بشن خاصیت آنتی اکسیدانی کدوم ماده غذایی بیشتره. حالا این چه لوله آزمایشگاهی، این که تو بدن ما آیا دقیقاً همین اتفاق میفته یا نه، این سوال بزرگیه که هیچکی نتونسته هنوز بهش جواب بده، ولی اگر خوشبینانه در نظر بگیریم که در بدن ما هم مثل لوله های آزمایش مواد غذایی میتونن همینقدر خاصیت آنتی اکسیدانی داشته باشن، یعنی در واقع ظرفیت جذب رادیکال های اکسیدان رو داشته باشن، میتونیم به این طبقه بندی استناد بکنیم و بر اساس این طبقه بندی به ما گفته شده که بیشترین ماده غذایی و سبزیجات در واقع که خاصیت آنتی اکسیدانی داره فلفل دلمه سبز هستش و بعد از اون اسفناج. در پایین ترین طبقه بندی در بین سبزیجات هم نخود فرنگی و هویج هست و میگم همه اینها همچنان خاصیت آنتی اکسیدانی زیادی دارن نسبت به خیلی از مواد غذایی، ولی در مقایسه با هم در بین میوه و سبزیجات این طبقه بندی انجام شده. در بینشون باز توت ها هستن، توت ها هم امتیاز خوبی گرفتن به خاطر اینکه میدونید توت ها به خاطر آنتی اکسیدان های خیلی خیلی خوبی که دارن و به خاطر رنگ دانه ها و این فاکتورایی که دارن همه میدونیم آنتی اکسیدان های خیلی خوب دارن، ولی برام جالب بود که فلفل دلمه ای در بالاترین
رد نشسته بود و هندونه، موز و سیب زمینی هم در طبقه های پایین بودن و امتیاز کمی از نظر آنتی اکسیدانی گرفته بودن. درسته که هندونه و موز خیلی مزه خوبی دارن، ولی خب میدونین قند خیلی بالایی دارن، فیبر خیلی پایینی دارن. توی اون طبقه بندی قبلی، توی ویدیو قبلی هم این مورد رو با هم بررسی کردیم که خوشمزن، ولی خب بهتره که کمتر ازشون استفاده بشه. حالا بخوایم نتیجه گیری کلی داشته باشیم از صحبت هایی که کردیم، آیا باید این طبقه بندی ها برای ما مهم باشه و بشینیم بررسی بکنیم که حالا کدوم ماده غذایی طبقه بندی بالاتری داره اونو بیشتر استفاده بکنیم؟ هدف از این ویدیو این نیست. میخواستم با این ویدیو یک انگیزه به شما بدم که اگر احیانا سبزیجات رو کمتر استفاده میکنین، میتونید اون رو با خیال راحت وارد رژیم غذاییتون بکنین، ازش لذت ببرین، تمرکزتون رو بیشتر از میوه ها بذارین روی سبزیجات برگ سبز. و کلن همونجور که دیدین توی انواع طبقه بندی ها سبزیجات در بالاترین و بیشترین امتیاز بودن نسبت به میوه ها. در بین میوه ها هم میوه هایی که رنگدانه بیشتری دارن، رنگی ترن و قند کمتری دارن و شیرینی کمتری دارن میتونن انتخاب بهتری باشن. پس میگم میتونیم نتیجه گیری کلی این ویدیو رو این در نظر بگیریم که اگر احیانا کمتر سبزیجات استفاده میکنین، اون رو حتما در رژیم غذاییتون با خیال راحت قرار بدین و از اینکه دارین آنتی اکسیدان زیادی و چگالی مواد مغذی زیادی رو وارد بدنتون میکنین لذت ببرین و استفاده بهینه رو از این سبزیجات برگ سبز ببرین. ممنونم از توجهتون و خدا نگهدار.